داشتم عرض میکردم که میخواییم امروز با سیاوش ارسطا، دکتر حسن عباسی، با کولیبار یا جنجال‌ها، تلاش‌ها، کوشش‌ها، خوبی‌ها، بدی‌ها و تجربه‌های تلخ و شیرین گفتگو بکنیم و گفتگو بکنیم. بریم برگردیم به 5000 سال قبل از تولد میلاد مسیح و اینکه ما خواننده داشتیم، زربند داشتیم، کمونچه کش داشتیم، حالا یک کمونچه یه ساز دیگه ای داشتیم، آواز میخوندن، ارکستر داشتیم، اولین گروه طبق اسناد تاریخی که سیاوش ارسطا بسیار تلاش کرده، کوشش کرده اینجا اونجا جهان، هر چی که نمادی از میهن ما بوده رو به یادگار تو روزگار باقی بذاره به روایت خودش. در این ارتباطات بسیار میدونه و دوست میدارم که دلیل به حضور سیاوش ارسطا که به لس‌آنجلس آمدن از پاریس، گفتم پاریس بعد بریم تو خیابون شانزلیزه روبروی ایرانه، بریم تو اون پاساژ اونجا شهر فرنگ، پایگاه و مقر حکومت اندیشه بخشی از مردم میهن ماست، اونهایی که اونگونه میاندیشن اونجا پایگاهشونه، چون وقتی روی شهر پرن روی اینترنت روی سایت ها میرین میبینیم که persiancnn.tv وقتی روش میرید ده ها و ده ها برنامه تلویزیونی هست، من جمله برنامه مردم تیوی خود من. علاوه بر این سیاوش از ارسطا روی چالان 90 فرانسه برنامه هاشو 24 ساعته پخش میکنه. برنامه دوست مشترک ما علیرضا میبودی رو هم سیاوش در بخشی از برنامه تلویزیون پارس رو یا همه رو خوب نمیدونم پخش میکنه. گفتم عاشق و آوار و در به در ایرانه مطابق روایت خودش. خوش آمد میگم به سیاوش ارسطا که آمدم و فرهره شیرین و زیبا و خوشمزده رو چسبوندن به سینه من، از ایشون سپاسگزارم. سیاوش ارسطا یک دو سردست های هم باز با نماد پرهبر درست کردن که اینو هدیه میدن. البته اونایی که میخوان داشته باشن میتونن به سیاوش ارسطا، به شهر فرنگ و به persiancnn.tv اگه مراجعه بکنن تمام تشکیلات و مقر حکومت اندیشه سیاوش ارسطا رو خواهند دید. خوش آمد میگم به دوست عزیز و نازنینم که مدت هاست ندیده بودمشون، برای قبل که اینجا با سیاوش ارسطا من فقط با ایشون صحبت کردم. منزل ماشای منش دوست مشترکمونه، ماشای عزیز گرامی، ماشای جون سلام. ماشای امروز یکی از هنرپیشه های مطرح در اندازه و حد خودش در حالی بوده و جایگاه بسیار بسیار شیرینی داره بین اقلیت های دیگه و اونهای که به این میهن آمدن، به این کشور آمدن و امکاناتی براشون پیش آمده، ماشا یکی از سران اونها. خوش آمد به برادر گرامی و درود بر مهربانیان مسعود امینی عزیز. وطن اینجا کسی فکر کسی نیست، اگه از گشنگی الان بمیری برای بردن نشه یکی. میدونی بس جایی که از سال 1980 خورده که اینه تو سرودی، این آرم و لوگوی رادیو آوا ایران ما در پاریس بود است که امروزی میتونن دوستان و یاران مهربان به برکت اینترنت برن اصلا برنامه 20-25 سال پیش ما رو گوش کنن، ببینن که برنامه رادیوی ما همیشه با این سروده زیبای مهربانیار مسعود امینی آغاز میشد. درود بر مسعود امینی، درود و سلام بر شما. سلام به درود، درودم به سلام. شما یه کاری کردید الان یه اپیدمی شده در جامعه، همه میگن درود درود. به شهادت علیرضا میبودی گرامی، به شهادت حسین مهری عزیز، اینایی که پاریس بودن با شما، همه اینا جز درود از شما نشنیدن. اون موقع ها مثلا میگفتیم دکتر عباسی، دکتر حسن عباسی، سپس اسمشون رو به سیاوش ارسطا در واقع انتخاب کردن و این بار همراه با درود. ببینید یک زمانی چقدر میتونست قصه درست بکنه و برای اونهایی که میخوان بهانه بگیرن یا توی خزینه میگن آقا گرد خاک نکن، حسن عباسی شده و سیاوش ارسطا و درود هم میگفت. ولی امروز میبینم که
جلوی دوربینا با هم دیگه دعوا میکنن آقا سلام چیه درود میگفتن آقای درودیان به قول شما به ما و به گونه ای به طنز میگرفتن این قضیه رو واقعا 20 20 خورده سال پیش الان دستتون درد نکنه واقعا متورم هستم درود بر شما.